سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه ویدیو و محتوای جدید دیگه در خدمت همه شما رفقای گل هستیم، با قسمت خلاصه ای از قسمت 50 جلسه دادگاه حمید نوری با شهادت آقای محسن زادشیر که در استکهلم سوئد برگزار شد در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه صحبت‌های آقای زادشیر رو شروع بکنیم، باید در مورد دادگاه توضیح بدم خدمتتون که شهادت‌هایی که پس از دفاعیات حمید نوری ما از شاهدین میشنویم کمی متفاوت هست با شهادت‌هایی که از قبل میشنویدیم و در اینجا ما روایت فردی از شاهد که همیشه عادت داشتیم که از اتفاقاتی که براش افتاده بود، از تابستان 67، راهرو مرگ، هیئت مرگ و اینها به اون صورت نمیشنویم و تنها شاهد پاسخ سوالات دادستان رو میده و تمرکز سوالات دادستان هم بر روی اثبات این که حمید نوری در اون تاریخ، یعنی در مقطع کشتارها که تابستان 67 باشه، اون دو ماه و نیم اوج کشتارها در زندان گوهردشت و همینطور اوین حضور داشته، البته گوهردشت مقصوده بیشتر، و این رو از شاهدان میپرسه و اون مدارکی که از قبل وجود داره رو در کنار هم قرار میده و پاسخ شاهدها رو جویا میشه تا به هر حال اثبات بکنه که آیا حمید نوری بوده است یا خیر، و فوکوسش روی حمید نوری و شهادت شاهدین برای اثبات این موضوع بیشتر. در مورد آقای زادشیر اگر بخوام کمی توضیحات بهتون بدم، شاهد در 24 سالگی دو بار در ارتباط با فعالیت‌های دانشگاهی در زمستان 60 دستگیر و بازجویی میشه. نیری، یعنی همون قاضی که در هیئت مرگ هم حضور داشته، بار دوم کلمه منافق رو به پرونده آقای زادشیر اضافه میکنه و در نهایت به 4 سال زندان محکوم میشه. شاهد در سال 65 از زندان قزلحصار به زندان گوهردشت منتقل میشه و بارها و در شرایط گوناگون با حمید نوری بدون چشمبند در زندان گوهردشت برخورد داشته. شاهد نوری رو فردی توصیف میکنه که خیلی جالب هستش. حالا این مورد رو اتفاقا با هم دیگه گوش میکنیم. من این خلاصه‌ای که باز براتون میگم و بسیاریش رو خب در متن نمیبینیم، یعنی در متن این خلاصه دادگاه نمیبینیم و نمیشنویم، و برای همین من اون قسمت‌های مهمش رو الان براتون میخونم. اما این قسمت استثنا هست که شاهد میگه که برخلاف بقیه، که یعنی بقیه زندانبانان و مامورین و پاسداران که بوی عرق میدادن، حمید نوری همیشه لباس مرتب تری می پوشید و بوی صابون نخل زیتون می داد. شاهد گفت که بر اساس برداشت شخصیش در آن زمان، رئیس زندان گوهردشت ناصریان یا همون قاضی مقیسه یا مقیسه ای بوده و مسئول داخلی آن لشکری بوده و حمید عباسی نیز نقش دادیار رو داشته. در حین روایت شاهد از شرایط اون موقع نقل میکنه که یک مشکل جسمی به واسطه همین شکنجه ها براش به وجود اومده و یک زندانی بوده، پزشک متخصص متبحر و بسیار معروفی به نام دکتر دانش بوده در زندان، و این دکتر دانش ایشون رو معاینه میکنه. این خلاصه دادگاه رو ما تقدیم میکنیم به روح دکتر دانش که البته اعدام شد متاسفانه در تابستان 67، اولین جراح پیوند دهنده کلیه در ایران بود، زندانی چپ و وابسته به حزب توده فکر میکنم بود ایشون، و بیشتر در مورد ایشون صحبت خواهیم کرد در این ویدیو و روایتش رو کامل خواهیم شنید، روایت دردناکش رو مثل بسیاری از زندانیان، و برای من که مثل خیلی از روایت هایی که در طول دادگاه حمید نوری شنیدم واقعا باعث آزارم شد که چه جفاهایی در حق انسانیت شده در اون برهه از تاریخ.
با همدیگه میریم شروع میکنیم دادگاه رو و هر جایی که لازم باشه مثل همیشه من دخالت میکنم و توضیحات رو خدمتون ارائه میدم. این را هم بهتون بگم، از حالا ویدیوی قبل عرض کردم، به خلاصه ویدیوی قبل خلاصه ها رو ما ادامه خواهیم داد. تشکر هم میکنیم از کیهان لندن بابت پخش مستقیم دادگاه و اینکه به هر حال این قسمت های کوتاهی هم که از دادگاه هست ما از کانال کیهان لندن میگیریم. بریم دادگاه رو شروع بکنیم. عالی جناب اعضای هیئت دادگاه، خانم دادستان، آقای نوکلایی که من نمی‌بینم، آقای نوکلا و آقای حمید عباسی، صبحتون بخیر. کی شما رو دستگیر کردن و زندانی کردن و دلیلش چی بود؟ زمستان سال 1360 من برای اولین بار دستگیر کردم. چه فعالیتی توضیح بده که باعث شد تو رو دستگیر کنم؟ تو دوران انقلاب فرهنگی من یکی از فعالین دانشکده‌مون بودم و دستگیر شدم اون موقع، ولی همون شب همه رو ول کردن، رها کردن. بعد از اون باز دوباره دستگیر شدی تو؟ بله، زمستان سال 1360 اسفند ماه. خب وقتی که دستگیرت کردن و تو میگی فعال بودی، فعال در جنبش خاصی بودی؟ من اون موقع فعال در جنبش مجاهدین بودم. دفعه دوم چی؟ باز زمستان 1360 که دستگیرت کردن، باز هم آزاد شدی؟ نه. نه؟ من محاکمه شدم. به چی محکوم شدی و جرمت چی بود؟ اونها قاضی و بازجوها به خاطر فعالیت‌های دانشگاهی منو بازجویی کردن و ارتباط با تمامی گروه‌ها، مجاهدین و غیر مجاهدین. نیری قاضی دادگاه اون هم یه چیزی به اسم من اضافه کرد و رو پروندم نوشت منافق. خب مجازاتت چی شد؟ زندان تعیین کردن؟ 4 سال منو محکوم کردن به 4 سال زندان. چند سالت بود تو وقتی که این مجازات رو بهت دادن؟ فکر کنم 24 سالم بود. خب اونجا که من متوجه شدم از جمله جاهایی که بودی گوهردشت بوده. بله. زندان گوهردشت. یا کی اومدی گوهردشت؟ سال 1365. فعلا میریم سر خاطراتتون، چیزایی که از این وقایع گوهردشت یادت میاد. یادت میاد رؤسای هیئت زندان گوهردشت چه کسایی بودن؟ در ابتدا فکر من مرتضوی بود وقتی آوردنمون و لشکری، بعدن ناصریان اومد و حمید عباسی، البته کسای دیگه هم بودن. مثلا لشکری هم زمان مرتضوی بود هم زمان ناصریان و پاسدارا هم که تو ثابت بودن. طبق برداشت خودت این سلسله مراتب سمتاشون چجوریه؟ کی بالاترین مقامه و همجوری به ترتیب بیاد پایین؟ برداشت خودم رو میگم. ناصریان رئیس زندان بود با دست باز، مسئول امنیتی زندان و مسئول داخلی زندان لشکری بود. امنیت داخلی زندان فقط همون؟ امنیت داخلی زندان. و حمید عباسی دادیار، نقش دادیار رو داشت. کسی دیگه هم هست بشناسین شما که حالا نقش دادیار، دادیاری از این اسما داشته باشه، اونجا اون موقع کار کرده باشه؟ هر چیزی در رابطه با دادیار و دادستان و همه چی. چون مطمئن نیستم بهتر اسم نیارم. به هر ترتیب اونا به ما اعلام نمی کردن. این برداشته شخصی منه. خب تو چجوری اسم ناصریان و حمید عباسی رو فهمیدی؟ یادت میاد؟ ناصریان رو میشناختم، جوه خودم بود، هنوز هم وقتی تو آینه هر روز صبح نگاه میکنم ناصریان رو به یاد میارم چون علامت های صورتم هست. حمید عباسی خودش رو به من معرفی کرد و گفت من حمید عباسی هستم. دقیقا اینطوری گفت، من حمید عباسی هستم. چی یادت میاد؟ کجا بودین؟ جریانش چی بود؟ از این همین که الان اینجوری معرفی کرد خودشو. 1365 بود. توضیح بدم؟ بله بله بفرم. من تو دوران بازجویی
ادامه بده. ضربه هایی به معذرت میخوام قسمت بیزه هم خورده بود و درد خیلی زیادی داشتم، حتی تو قزل حصار من جراحی کردن یک بار، خوب نشدم، فرستادنم اوین پیش دکتر احمد دانش که اعدام شد. احمد دانش یکی از بزرگترین متخصصای ارتوپدی ایران بود. آقای دانش تشخیص دادن که من احتیاج به اورولوژیست دارم، چون ایشون دکتر ارتوپد بودن و این رو پرونده من بود. وقتی به زندان گوهردش منتقل داده شدیم و من درد زیاد داشتم، میرفتم بهداری، یک روز منو صدا کردن به دفتر دادیاری، چون دادیاری باید تایید میکرد و اجازه میداد که من پیش متخصص برده شوم. و اونجا شخصی نشسته بود که گفتش که من حمید عباسی هستم. بعد دفعه اول بود دفعه فرشتگانین اولین برخوردم با حمید عباسی. خب از کجا فهمیدی سمت این شخصی که خودشو معرفی کرد من حمید عباسی هستم چیه؟ وقتی که پاسه صدا میکرد، یا برای ملاقات بود یا جای دیگه یا بهداری، معمولا به مسئول بند میگفت و اومد گفت محسن زادشیر آماده بشه برای دادیاری. خب وقتی که تو میبینی این شخصو که خودش هم اونجوری معرفی کرد، چشمان داری؟ نه اونجا چشمان ندادم. وقتی میبینمش نه. به من میگه بفرما بنشین. کجا؟ یادت میاد کجا؟ این منظور تو قسمت زندان کدوم قسمت کجاست؟ یکی از اتاقهایی که فکر کنم قسمت دادیاری بود، بغل تانجوری یادمه، ساختمون بغل، نه ساختمون روبروی به تانجوری یادمه، ساختمون های روبروی بهداری یادم نی، وسط زندانه. آسان. چون از بند خودمون که خارج میشیم چشمان میزنن، میبرنم جلوی اتاق، در اتاق رو باز میکنه استاد، میگه چشمان تو بزن بالا. یعنی گفت دیگه، میگه نه گفت. خب این رفتی اونجا، این جلسه که ملاقاتی که داشتی با این شخص منجر به این شد که بری پیش متخصص؟ نه، به من گفت همکاری اطلاعاتی بس بکنی، با این جمله شروع کرد. تو هم بار یادم بدن هر مینینگن آقای زادشیر، خب بفهمید بشین از بندتون چه خبر، از سوال جواب های معمول، و در نهایت الان باید همکاری کنی که ما بفرستیمت پیش متخصص. این به چی منجر شد؟ خودت پیش خودت به چه نتیجه رسیدی؟ چی فکر کردی؟ نه، من گفتم مسئله من پزشکیه، ربطی به همکاری اطلاعاتی، ربطی به مسئله من پزشکی، من درد دارم. بعد بدون این که به من بگه، من بلند شدم، چشمندم و زدم پایین، از درد بیام بیرون. Sen reste jag mig upp utan att han sa någonting. Jag satte på mig själv ögonbindel och vände mig så att jag ska lämna rummet och gå ut genom dörren. Hon mane man nashod, valigen fek konam zire lab chizi be man goft, yani chiz nashayasti be man goft. Chon un tor nagoft ke man beshnavam, pas mutmain nistam. Khob baz chi, bazam rafti didi ba tavajjuh be مشکل جسمانی که داشته این، درمان لازم داشته این؟ بله، یک بار دیگه صدام کردن، دوباره به همون ترتیب رفتم اتاقش. این بار دیگه همکاری اطلاعاتی نخواست، گفت باید لباس زندان رو بپوشی. من گفتم من زندانی سیاسی هستم و لباس زندان مال لباس زندانی های عادی است. و اون گفت که باید بپوشی، منم گفتم خداحافظ. و باز هم حمید عباسی رو دیدی به غیر از این دفعه تو مدت زمانی که تو گوهردشت بودی؟ بله. آه فلان. تعریف کن، حالا چند دفعه بوده دفعاتش رو با تعریف کن. دفعه بعد از اون رو بگم؟ دو گوه افته گونگن افته ده ایده اوکی؟ ابسلوت. بله بله. یه مقدار طول میکشه؟ ده تالیت تید بفرم. زمان حال به کار میبرم. یا فرشکر هم بندات اصلا ور به نوتید، چون برای من همیشه این زنده است. تعدادی از بچه ها رو بردن بیرون، مثل کتک زدن آوردن داخل. تعدادی از بچه ها رو بردن بیرون، کتک زدن آوردن داخل. میگن این بار برخلاف همیشه تو شکم نمیزنن، تو گردن میزنن. باید رو گردنمون کار کنیم، ورزش کنیم. چند روز بعدش تعدادی از بند ما صدا میکنن، شبه میبرنشون بیرون،
از اتاق ما منوچهر بزرگ بشه رو صدا میکنن به اضافه رامین قاسمی. گیهو بعد از 2-3 ساعت وقتی برمیگردن میگن که عجیب بود، ساله عجیب غریب میکردن، آدم های جدیدی هستن و از ما میپرسن اتهام. وقتی ما گفتیم سازمان، اونا گفتن که هر چی میخوای بگی بگو، ما مینویسیم اینجا. دوست داری بگی سازمان مجاهدین، بگو سازمان مجاهدین. اون زمان نام بردن کلمه مجاهدین یا مجاهد کاپی بود و شکنجه، ولی اون شب خودشون میگفتن بگو مجاهد. آدم های جدیدی رو من میبینم که میان تو بند. اون چیزی که نقششون برجسته میکنه برای من پوتین های نظامیشونه. اواخر تیر ماهه تو اون خیابون دور زندان ماشین رفت و آمد میکنه، چیزی که نرمال نیست. تو فکر میکنم هفتم مرداده دقیقا یادم نیست، من از توی سالن آخر بند که اسمش حسینیه بود، از اونجا من دارم ساختمون های سوله رو و اون خیابون بغل رو میبینم. برام عجیبه که چرا پاسدارها میرن سمت اون سوله، که بعدها دوستای افغانیم به من گفتن ساختمون نونواییه. چند نفر دیگه هم بغل من وایستادن، خیلی عجیبه، همه بدن اون وقت. ساعتی طول میکشه، هوا داره تاریک میشه، بعد میبینم هوا تاریکه، بعد یک ماشین خاور داره میاد بیرون. از این ماشین های حمل گوشته که یخچال دارن، فلاشرهاش رو روشن کرده داره میاد به سمت ما. بسم عجیبه که چراش این فلاشراش رو روشن کرده، پشت سرش پاسداره دارن با یه فاصله میان. وقتی نزدیکتر میشم میبینم یه سرشون دارن میگن میخندن با هم، یکی داره به بقیه شیرینی تعارف میکنه. دقیقا یادمه یکی حالش به هم خود رفت کنار خیابون شروع کرد بالا آوردن، و میان بعضی هاشون میرن داخل بندها، بعضی هاشون هم به ساختمون ما نزدیک و نزدیکتر میشن، و از این دری کوچک حیات میان به سمت حیات ما میرن داخل. لشکری داری میاد با یه فرغون میاد نزدیک. کم نرماره از بالا نگاه میکنم، یا تیت در اپی فرون توش تنابه و سیر ات فینس سنارو ریدن تنابه داغ. کنار لشکری حمید عباسی داره باش صحبت میکنه، من نمیشتمم چی میگن، ولی رفتن داخل با تناپای دار. اینجا من عباسی رو دوباره برای سومین بار دیدم. البته ممکنه دفعه پیش هم جای مختلف دیده باشم، چون به هر ترتیب این میت ممکنه دیده باشم، ولی این نایی چی به ذهنم نشسته ایناست. خب این وقایعی که شما تعریف کردید مال چه سالیه؟ 1367 مرداد. با منوچهر بزرگ بشر چی؟ با اقوامشون هم تماس داشتید؟ بله، خانواده من خجالت کشیدم برم پیششون. خانواده شما خجالت کشیدم برم پیششون؟ من معذرت میخوام، من شخصا خجالت کشیدم برم پیششون، ولی خانواده هم باشون در ارتباط بودن، میگفتم بگو محسن بیاد برای ما مثل منوچهر بمونه، ولی که خانواده هم من مینان هایو رگم ارتباط نزدیک داشتن. Kanske ska jag utveckla vilken information du fick via dina anhöriga. Tack. آقای قاضی از شما میپرسن، میگن که شما میتونین بگین که چه اطلاعاتی گرفتین از خانوادتون؟ اولی ملاقات از من پرسیدن منوچهر کجاست. بعد من به خانوادم گفتم بگید منوچهر رو بردن، به احتمال زیاد اعدامش کردن. در نهایت وسایل منوچه رو بهش دادن، باقی مونده وسایل منوچه رو بهش دادن به خانوادش، و به خانوادش گفتن چنانچه میخواهید شماره قبر بهتون بدیم باید شناسنامهشون رو ببرید اداره ثبت احوال و بگویید مرده، ثبت کنید ات دوتفالت سکول رگیستریر است، بیاورید و شماره قبر بگیرید. ولی یادگاری هایی که من گذاشته بودم برای منوچه خانوادش به دستشون رسیده بود.
خب ببینید، شما میگید من مشاهداتی کردم که برای من عجیب بود، مثلا ماشینا رو دیدم که اونجا داشتن تو اون جاده تو اون خیابون میرفتن. بعد گفتیم من چیزی تو این آخر این سالون اونجایی که حسینی هست اونجا بودید. یا ببینید شما این مشاهدات رو که انجام میدید، این مشاهدات میبینید، اینا رو موقع شما کدوم بند بودید؟ بزن اینجور بپرسم. بند دو. آفدنینگ تو. توجه داشته باشیم که تلویزیون ها رو بردن، روزنامه نداریم، ملاقات ها قطع، هواخوری اجازه نمیدن بریم. بعد من همه اینا رو وقتی میچیدم بغل هم به این نتیجه میرسیدم که اعدام هایی در کار هست. و سوال جای سوال بود که کی؟ چه کسی رو قرار اعدام کنن؟ چه کسی رو میخوان اعدام کنن؟ یا اینکه ایلر، یا اینکه خب امشب چه کسی رو اعدام کردن؟ اصولا گوهردشت بازداشتگاه نیست، زندانه، اوینه که اعدام ها صورت میگیره. پس بنابراین نظر من رد شد و به این نتیجه رسیده شد که بهتر فعلا راجبش صحبت نکنیم، چون دلایل کافی برای اثبات این قضیه وجود نداره. دو تا رو پس رو تا ان پاوز نه. خب یه استراحت بگیریم دیگه با این. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ روایت دکتر دانش، دکتر احمد دانش، همونطوری که بهتون در اول ویدیو قول دادم، باید بگم که یکی از دردناکترین روایت هایی که ما در طول دادگاه حمید نوری از زبان شاهد ها شنیدیم، از زبان آقای زادشیر امروز شنیدیم، و واقعا خیلی برای من سخت بود. میدونم برای کسانی که گوش میکنن هم سخت است، ولی واقعا آزاردهنده بود. من در بسیاری از جهات نتونستم ادامه بدم، کمی صبر کردم، تحمل کردم، من نفسی به قول معروف چاخ کردم و ادامه دادم. مخصوصا اونجایی که روایت میکنه از کامیون های یخچاللاری که در اون مقطع کشتار تابستان 67 در جلوی جایی که این زندانیان بیپناه رو اعدام میکردن و برزنت هایی که در داخلش پیچیده بودن اجساد رو، و لبالب این کامیون های یخچاللار پر از جنازه این بچه ها بوده، و وقتی که پر میشده این کامیون ها حرکت میکردن به سمت مقصدی نامعلوم که به صورت فلهی این جنازه ها و اجساد این بچه ها رو دفن کنن، و مشخص هم نبوده و نیست البته در کجاها دفن شده، به جز خاورانی که حالا مطرح میشه. و خیلی دردناک بود. حالا در ادامه هم بیشتر میشنویم از دکتر، میشنویم از آقای زادشیر، و اما میریم سراغ دکتر احمد دانش. دکتر احمد دانش اولین جراح پیوند کلیه در ایران بود. ماجرا به سالهای قبل از انقلاب برمیگرده که او به عنوان یکی از شاخصترین پزشکان تحصیل کرده آلمان و ریاست کانون پزشکان ایرانی در وسیع ترین بخش آلمان و ایالت آلمان یعنی نورد وستفالن زندگی در آلمان را رها کرد و برای خدمت به مردم ایران بازگشت. نامه دکتر احمد دانش از زندان اوین یکی از دردانگیزترین و در این حال تاریخی ترین نامه های افشاگرانه است که چند ماه پس از نوشته شدن به خارج از زندان انتقال یافته و منتشر شد. خطاب دکتر احمد دانش به آیت الله منتظری بوده در این نامه که همچنان در آن تاریخ در مقام قائم مقام خمینی در برابر کسانی که خواب قتل و جنایت حکومت را در سر داشتند مقاومت میکرد. مقاومتی که البته همه ما میدونیم در نهایت در ظاهر البته به سود جنایتکاران و توطئه‌گران تموم شد و این مرد شریف یعنی مرحوم منتظری رو از مقام قائم مقامی کنار گذاشتن و به حاشیه روندن و اون همه گرفتاری براش درست کردن و 6 سال هم در خانه‌اش زندانی و حصر کردن. نامه آقای دانش رو من در طول این سه قسمت میکنم و در طول شهادت آیزادچی رو براتون میخونم. خیلی نامه مهمی است و اینطور شروع میشه برای قسمت اول. حضرت آیت الله منتظری، پس از سلام و ادای احترام این نامه را با تردید و نوعی احساس شک و بدبینی نسبت به اجرای قانون و رعایت عدالت
در جمهوری اسلامی ایران برایتان می نویسم. امیدوارم مرا خواهید بخشید که چنین صریح و بی تکلف صحبت می کنم. آنقدر درد در سینه و زخم بر پیکر دارم که بیان آنها در چارچوب تنگ گفتار و نوشتار پرتکلف و پرتعارف نمی گنجد. آنقدر بی تفاوتی و از آن بدتر خصومت نسبت به سرنوشت انسانها دیدم که درباره مؤثر بودن و نتیجه دادن هر گونه اعتراف و شکایت عمیقا بدبینم. حتما سوال خواهید کرد که علت این همه شک و تردید چیست و چرا من که اینقدر بدبینم اقدام به نوشتن این نامه کردم. در جواب سوال اول باید بگویم اکنون پنجمین سال است که در زندان به سر میبرم و با وجودی که به عنوان یک پزشک جراح هر کمکی که از دستم برمی آمده است بر طبق سوگندی که برای حفاظت از زندگی و کاستن از درد بیماران یاد کردم انجام دادم و در نتیجه تعداد زیادی از مقامات دادستانی و زندان مرا شخصا می شناسند و علی رغم این که در تمام پرونده من حتی یک مورد خطا که به استناد آن حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد وجود ندارد و با وجودی که بسیاری از مقامات به خوبی می دانند که تمام زندگی من وقف خدمت به این مردم این آب و خاک شده است همچنان بلا تکلیف و در شرایط سخت زندانی هستم. این تنها من نیستم که دچار چنین وضعی هستم. عده زیادی از همسالان و جوانان و پیران از زن و مرد و از گروه های مختلف سیاسی و با طیف عقاید کاملا متفاوت و از جمله تعداد زیادی از رفقای من به این وضع دچارند که به جای رسیدگی به وضع حقوقی و قضایی آنها تحت انواع فشارها برای پذیرفتن موقعیت و وضعیتی به نام تواب بخوانید تن دادن به ریا و تزویر و نفاق واقعی قرار دارند. در چنین شرایطی که زندانهای جمهوری اسلامی ایران به کارخانه های ناراضی تراشی نه تنها در داخل زندانها که در جامعه و در بین خانواده ها و بستگان زندانیان و به مزارع پرورش میوه های مسموم ریا و تزویر و نفاق تبدیل شده اند به جز شکاف عمیق بین گفتار و کردار ندیدم و این عمده ترین علت ایجاد شک و تردید و بی‌اعتمادی در من است. در حالی که از زبانی می شنیدم که فوش دادن با اخلاق اسلامی مغایر است از همان زبانها فوش های رکیک شنیدم. در حالی که از زبانی می شنیدم که تهمت زدن و کوشش برای حتک آبرو و حیثیت افراد از گناهان کبیره است مورد شدیدترین تهمت ها و افتراهای سیاسی و ناموسی قرار گرفتم. تهمت زدن و بی آبرو کردن دیگر جزئی از زندگی روزانه شده است. در حالی که شما در یکی از پیام هایتان گفته بودید که کسی که به دیگران تهمت بزند و بکوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت نماید گناهش مانند کسی است که در خانه کعبه با مادر خود زنا کند. بارها و بارها شاهد ارتکاب چنین گناهی از سوی عده‌ای که خود را مسلمان می نامند و من به نوبه خود آنها را مسلمان نما می نامم بودم. در حالی که از زبانی می شنیدم که کتک زدن و آزار زندانی به دور از رفتار اسلامی است از دست همان زبان بدون کوچکترین مجوزی کتک خوردم و شاهد کتک خوردن آزار زندانیان دیگر بودم بدون اینکه حداقل این حق ساده و این اجازه طبیعی را داشته باشم که چشم در چشم شکنجهگر خود بیندازم. قلم من که تحمل بار بیان این همه زشتی و پلیدی را ندارد ولی نمیدانم شما که خود مدتی گرفتار ددمنشان رژیم طاغوت و زندانی بوده اید آیا می توانید حال انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمه های شب با چشمانی بسته و در گوشه های خلوت و تاریک زندان با این احساس که تنهای تنهاست کوچکترین حقی ندارد و هیچ کس به فریادش نمی رسد با
باید انواع شکنجه های روانی و جسمی را تحمل کند. در حالی که بارها و بارها شنیده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بودم که شکنجه ممنوع است، خود شکنجه و بارها و بارها شاهد شکنجه های بیرحمانه انسان های دیگر بودم. انسان هایی که صدای خشخش خزیدن پیکر علین آنها را شنیده و از زیر چشم بند دیدم که چون در اثر شکنجه قادر به راه رفتن نبودند و برای نقل مکان بر روی باسن خود می خزیدند و من با دیدن این صحنه ها درد خود را فراموش می کردم و با خود فکر می کردم این چیست؟ و جواب می دادم مهم نیست که اسمش چیست و عقیدهش کدام است. این دیگر یک فرد و یک انسان نیست، همه انسانیت و همه بشریت است که چنین ذلیل و بیچاره بر روی زمین می خزد. انسانهایی را دیدم که در اثر شدت زخما و دردهای ناشی از شکنجه استفراغ می کردند و در نتیجه آنقدر آب از دست می دادن که پوستشان خشک می شد و خطر مرگ تهدیدشان می کرد و برای نجات جانشان که اکثران خواهان این نبودند می بایست به تزریق سرم متوسل می شدن. انسانهایی را دیدم که از شدت ضربه های شلاق خون ادرار می کردن و به علت از کار افتادن کلیه ها می بایست دیالیز شوند. خاطرات آقای جمشیدی خاطرتون هست که باش مصاحبه کردن. البته از حق نگذریم که نام این اعمال را تعذیر گذاشتن و بالاخره در حالی که بارها و بارها از زبان مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران شنیدم که در جمهوری اسلامی ایران کسی را به خاطر عقیده زندانی نمی کنند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که شما در تدوین و تصویب آن نقش عمده داشته اید بر این مسئله صراحت دارد، مورد مشخص من که بدون شک تنها مورد نیست بهترین گواه نادرست بودن این ادعاست. کار به جایی رسیده که استناد به قانون اساسی را جرم دانسته و به خود جرأت دادند با دست و خط خود بر روی صفحه کاغذ به عنوان یک سند تاریخی باطل بودن این سند را ثبت کنند. همانهایی که باید حافظ قانون اساسی باشند با خیره سری خاصی آن را مورد تجاوز قرار دادند. این قسمت اول از این نامه دردناک و تکان دهنده بود دوستان. یکی دو قسمت دیگه هم داره که با هم دیگه خواهیم خواند و بریم ادامه شهادت آقای زادشیر رو داشته باشیم. خیلی سخت شده بسم زندان. شب تا صبح نمیخوام، فقط قدم میزنم. با بچه ها خداحافظی میکنم. یادم میاد؟ یا مینسته ات؟ با محمود زکی بغل کردم، ماچش کردم. و با احمد رضا نورامین یا محمد رضا نورامین؟ آفرین. احمد رضا و محمد رضا؟ یا محمد رضا یا احمد رضا. فامیلش چی بود؟ نورامین. بله، با این چیکار کردین؟ با این اینا خیلی با من قدم زدن. و خداحافظی میکنیم. میگم من میخوام برم فردا صبح میرم بیرون. نمیتونم دیگه تحمل کنم. احمد رضا میگه منم میرم. بهش میگم تو چند ما دیگه بیشتر نمونده، آزاد میشی. Din mamma har ingen annan förutom dig. Mycket? Mm. Men vad är det? Han svarar, jag måste ju gå. Ta shayat. Vale. Shayat. Kesay mesi shoma zende bemuna. Ahmud Zaki mige, in behtarin fursat e vese man? Vale, devam et. Ke nishun bedam ba che rejimi sar o kar darim. صبح ساعت 7 عباسی در آواز میکنم یه تو و لشکری نیستش این دفعه. در همون حالی که من دارم تو راه به قدم میزنم، معذرت میخوام بدون که منتظر بشم ایشون حرفی بزنه، دمپاییامو میندازم و میرم بیرون. منظور دمپایی رو میندازم رو زمین، پام میکنم میرم بیرون. در بار دیگه است که عباسی رو میبینم، حمید عباسی. معذرت میخوام به خاطر حالت احساسیم. خب پس در مورد همین که الان تعریف کردی سوال میپرسم. ساعت 7 صبح در باز میشه و تو عباسی رو میبینی.
اون وقت چی میشه؟ برای تو چه اتفاقی میفته؟ کجا میری؟ بین در زندان و کوریدور یه محوطه هست. بین در زندان و در بند. در بند و کوریدور. و کوریدور یه در دیگه هست. من تو این قسمت وای میسم. بعد من اولین نفر از میرم تو راهرو اصلی. البته باید چشمند بزنم برم بیرون. منو میبرن جلوی یه میزی. ادامه میدم؟ چه فرصته؟ نه تک. بله بله. اونجا میگه نام. و دو ستلدس فروگان نام. ناصریانه. و ده ناصریان سم سیره. صداشو خوب میشنست. یا شندر ول هانس رست. میگه محسن. و دو سیر یا محسن. فرزنده. بارن تیل میگم هادی. هادی سوارار یا میگه آقای زادشیر مجاهدین به مرزهای کشور حمله کردن. البته ایشون میگه منافقین در جهت نظام مقدس جمهوری اسلامی. میپرسم مجاهدین؟ و دو فروگه یا مجاهدین؟ اصلا این غیر ممکنه. Det kan inte vara möjligt, det är omöjligt. میگه ممکن یا غیر ممکن. آیا محکوم میکنی؟ میگم ای بابا من 7 سال تو زندان اصلا ربطی به این مسئله به من نداره. محکم ضربه ای فکر میکنم با خودکار زد تو سرم. میگه یه دفعه یادته بهت گفتم که منو میشناسی یا نه؟ یادته اون دفعه چه بلایی سرت آوردم؟ این دفعه میخوام بکشمت بالا. مصاحبه میکنی یا نمیکنی؟ من بهش میگم مصاحبه برای چی؟ دقیقا یادم میگه که میخوام کشک و بادم جون درست کنم. بهش میگم اگر که قرار بر مصاحبه است که خودت میدونی من سال 1362 مصاحبه کردم. با یه حالتی میگه که بیاید اینو وردارید ببرید، بیاید اینو وردارید ببرید. ببریدش یه جایی، نمیفهمم چی میگه. عباسی بازو میگیره. عباسی تفاوت دیگه با دیگران داره. برخلاف بقیه که بوی عرق میدن، عباسی همیشه بوی صابون نخل و زیتون میداد. من چشم‌بند دارم، از دید چشم‌بند فقط پاهاشو میبینم که داره میاد، ولی به جز گوشام که هست، من که دماغم بزرگه از بو هم میتونم تشخیص بدم. قبل از اینکه حرف بزنه میفهمم عباسیه. بعد به من میگه که برو خدا رو شکر کن شانس آوردی. من میبره به سمت بند فرعی 13 و من فکر میکنم اون روز محسن زادشیر مرد. خب صبح همون روز وقتی که ساعت 7 بود و در باز شد، تعریف کردی که حمید عباسی در رو باز کرد. Har du ögonbindel på dig vid det tillfället eller? Peshbandari om moge ki dar baz mishe? Moge dar baz mishe na, chon tu rahro qadam mizanam cheshband nadaram. Ne, khob, ami Hamid Abbasi khob baad az inke dar ro va karde omade tu chikar mikone? Om du vet. Age miduni. Ma'mulan lashkari miomad ba pastadadan sada mikardan. In bar Abbasi man didam ba tedad pastad dige. O nora andra pastare? Ehtemalan o adul sadaqa afradi. Ta formuligen hade han kommit efter folk. من نمیدونم رفت صدا کرد یا رفت کشید بیرون یا رفت نمیدونم چی کرد، فقط من رفتم بیرون. اسم تو چی؟ اسم تو رو خونده؟ نه اصلا من اسممو نخوندم، فقط اومدم برم بیرون گفت اسمت چیه؟ گفتم محسن زادشیر. اون دو سایه محسن زادشیر. اوزا اوکی گو. ازت الان خودم مستقیم میپرسم، وقتی که گفتی که اینو برای پلیس نگفتم، منظورتون کامیون بود که اجساد روش بود میگفتی؟ اون قسمت رو قبلا اصلا نگفته بودی؟ دقیقا. یا اکسکسو. خب حالا برمیگردیم سر همون جایی که کامیونی که میبینی و برداشت تو اینه که اجساد توشن. این کامیون رو توصیف کن، چجوریه؟ پشتش بازه، بسته است، منظور سقف داره یا نه کاملا بدون سقفه؟ همون تو ایران بهش میگن کامیون خاور، تو انگلیس بهش میگن لوری، about 10 تون، حدود 10 تن هست. این سرش بازه؟ دو فلاکت اپه، چهار طرفش به ارتفاع حدود 2 متر و 40 بالاتره. و پا با الله فیره سیدور الاسو لنگدن پا ده 2 متر 2.40 اونیفر شنه با پنل بسته شده. فیست نون پنل الار واره دوک سو من کن ستنگرن، دو تا در عقبش میتونه کامل باز شه. ویکی دیارت دم دارنا باکت که من اپنا پا ده هر شدت اوتوت هلت و هلت.
من راننده رو نمیبینم. یا سیر اینتی شوفرن. آیا تنهاست؟ آیا با کسیه؟ eller sitter någon annan i bilen. من فقط عقب ماشین رو میبینم. یا سیر bara den bakre delen av bilen. و از بالا. گفتی ولی میتونستی بفهمی و تعیین کنی که اینا اجساد توی این. چجوری آخه از رو چی میتونستی بفهمی؟ چون اینجا که فهمیدم خب اینا بسته‌بندی شده بودن به یه شکلی به یه نحوی. بله اون چون یه چند لحظه مکس کرد که برگرده. درسته که اینا تو پلاستیک بود یا برزنت مشکی و رو هم پر بود اومده بود تا بالا. خب چون بالا بود فاصله من کمتر بود، حال حالت برجستگی سر، بدن و پاها مشخص. ما تو ایران آدمایی که کفن میکنن زیاد میبینیم، پس با شکل بدن که تو کفن گذاشته میشه آشناییم از بچگی و دوباره قسم میخورم که جسد بود. خب یادت میاد چند تا جسد تو تونستی ببینی اون موقع؟ نه پر بود، با فولت. نه بیشتر از این پنلای بغل تا لب اون. Jag menar, det hade kommit högre upp än de här panelerna på sidorna. Jag kan inte säga hur många det var för att jag var i chocktillstånd. Och är det du ensam som gör de här iakttagelserna eller vet du om det fanns fler som också upplevde det här? Jag tycker inte att jag kan säga att jag har en kassa i det gamla jag tänker att jag kan säga. Och då tänker jag på din avdelning så att säga. Bande skjuter om i gamla. Man kan ha. Jag var ensam. Så att du är så varm här. Klockan är 2 på morgonen. Tarif gärde bara handband jag till du stått. Ja. Va, unkär. شبی بود که مطمئن شدیم که ادام داره صورت میگیره. همه نظر منو پذیرفتن. برمیگردیم میریم اولین مشاهداتت که از حسینیه انجام میدیم. خب دوستان خسته نباشید. در مورد شهادت آقای زادگیری هیچ حرفی ندارم بزنم. هیچ حرفی باقی نمیمونه. عرض کردم خیلی سخت بود این دادگاه. من چون که نامه خیلی بلند هستش دوستان، من خلاصه میکنم نامه ی آقای دانش رو، هرچند همه قسمتاش مهم است، اما سعی میکنم که خلاصه بخونم. خب ادامه دادگاه، ادامه نامه ی آقای احمد دانش رو، قسمت های مهمش رو براتون میخونم. این همه را به خاطر مسائل شخصی و برای رهایی فردی از ظلمی که بدان دچار شدم برایتان نمی نویسم. نه طالب عفوم و نه در پی برانگیختن احساس ترحم دیگران هستم. اگر مسئله فردی من مطرح بود ارزش آن را نداشت که وقت شما را بگیرم. آنچه می خواهم احقاق حق برای همه و احترام گذاشتن به حقوق تک تک افراد جامعه، رفع ظلم و ستم و از بین بردن هر گونه تعرض به جان و ناموس و عقاید افراد و آزادی همه کسانی است که بیگناه در بندند. صحبت بر سر شیوه زندگی سیاسی به طور کلی و صحبت بر سر یک جریان سیاسی در ایران، صحبت درباره حقوق عام انسان‌ها و صحبت بر سر آن انسان‌هایی است که همه چیز خود را وقف بهروزی و سعادت به قول شما، سعادت به قول شما مستضعفین و یا به قول ما قشرهای محروم و زحمتکش جامعه ایران چون کارگران و دهقانان و اجرای عدالت اجتماعی کردند. و از همه مهمتر صحبت بر سر انقلابی است که اگر به شعارهای عمومی خود عمل نکند از داخل خواهد پوسید. در اینجا اجازه بدهید مختصری درباره پرونده خود برایتان بنویسم. در سحرگاه هفتم اردیبهشت 62 عده‌ای جوان مسلح به خانه شخصی من حمله کردند و پس از ایجاد رعب و وحشت برای زن و دو فرزندم و در هم ریختن خانه، چشمهایم را بسته و با خود بردند. من تنها با چشم بسته در گوشه یک راه رو افتاده بودم، بدون آن که بدانم و یا خانواده ام بداند که من کجا هستم. در این مدت بارها و بارها به بهانه کج شدن چشم بند، حتی در خواب مورد
ضرب و شتم قرار گرفتم و یا شاهد ضرب و شتم دیگران بودم. ماها از هر گونه تماس با محیط و حتی به دست آوردن کوچکترین خبر از وضع خانواده خود محروم بودم. تماس من با محیط از حد چشمبندی که جز ضروری ترین وسیله پوشش بدن من شده بود تجاوز نمی کرد. قطع رابطه با جهان خارج و حتی قطع رابطه با وجود خودم بیش از هر چیز دیگری آزارم می داد. پس از چند ماه اجازه یافتم هر دو هفته یک بار و گاهی هم ماهی یک بار تلفنی با خانواده خود تماس بگیرم، آن هم فقط برای چند دقیقه با چشمهای بسته و در حالی که مأمور به گفتگوی تلفنی من و زنم و من و بچه هایم که ظریف‌ترین و با احساس‌ترین ارتباطی است که هر انسانی در زندگی خود برقرار می‌کند و باید از چشم و گوش اغیار در امان بماند گوش می‌داد. از آنچه که در هنگام به اصطلاح بازجویی‌ها گذشته است می‌گذرم. بیشتر جلسات شکنجه روانی و جسمی بود تا جلسه بازجویی. در همه این جلسات متهم با چشم بسته شرکت می کرد و همه آنها با فحاشی شدید و کتک همراه بود. بیش از یک سال و نیم از هر گونه ملاقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس تلفنی هم بعد از مدتی قطع شد، خانواده من ماها نمی دانست که چه بلایی بر سر من آمده است. از زمانی که هر دو هفته یک بار برای مدت 10 تا 15 دقیقه ملاقات دارم، این ملاقات از پشت شیشه های به قول زندانی ها آکواریوم و از طریق گوشی تلفن انجام می شود. حدود 2.5 سال را در سلول های انفرادی و گاهی در شرایط بدتر از سلول انفرادی گذراندم. حضرت آیت الله، نه قلم من قادر است آنچه را که در این مدت بر من رفته و رفقای من را بر من و رفقای من رفته است بازگو کند و نه مایلم وقت شما را با طرح جزئیات بگیرم. همینقدر بگویم که آن شرایط را برای دشمنان خودم هم آرزو نمی کنم. باری بالاخره پس از بیش از 2 سال از زندانی بودن در شرایط سخت و بلا تکلیفی، یک روز صبح زود مرا صدا کردند. مانند همیشه با چشمهای بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مأمورین به اتاقی هدایت شدم. در آنجا برای اولین بار اجازه یافتم که چشمبند خود را بردارم. روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و شروع کرد از داخل پرونده‌ای که در مقابلش بود سوال مطرح کردن که به آنها جواب داده شد و من فکر می‌کردم این جلسه ادامه بازجویی‌های سابق و برای جمع و جور کردن پرونده است، زیرا همان سوال‌های دوران بازجویی‌های قضایی مطرح بود و از جمله سوال‌ها این که آیا شما هنوز بر سر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هم هیچ گونه نشانه و اثری از یک جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه دادگاه بوده است. ایشان هم رئیس دادگاه، هم دادستان، هم هیئت منصفه و هم نماینده منافع متهم در یک شخص بود. این جلسه که میبایست در آن درباره سرنوشت یک انسان تصمیم گیری شود، چند دقیقه بیشتر طول نکشید و من چقدر خوشحال بودم که جلسه خیلی سریع خاتمه یافت و من اجازه یافتم دوباره به 4 دیواری سلول خود بازگردم، زیرا تنها در سلول احساس امنیت می کردم. نمی دانم می توانید جو آن روز زندان را از این واقعیت که زندانی از بازگشتن به سلول خود خوشحال می شد پهلوی خود مجسم کنید؟ اکنون 2 سال از آن تاریخ آن جلسه که فکر می کنم دادگاه من بوده است می گذرد و من هنوز بلا تکلیف در زندانم. بیش از این سرتان را درد نمی آورم و فکر می کنم هرچه در این جمهوری اسلامی و در اینجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده خودم و صدها انسان دیگر برایتان بگویم زیاده گویی است. بهتر از پرونده من را به عنوان نمونه و یا هر پرونده دیگری از رفقای من و یا سایر زندانیان سیاسی را بخواهید و مطالعه کنید.
همانطوری که در بالا اشاره کردم، در پرونده من و با جرأت میتوانم ادعا کنم در پرونده اکثریت قریب به اتفاق رفقای من که امروز در زندان هستند، حتی یک مورد خطا که به استناد آن حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد وجود ندارد، چه رسد به دستگیری و زندانی کردن. دکتر احمد دانش، تهران، زندان اوین، 16/2/1366. من دیگه این خلاصه کردم و این آخر خوندم و که این نامه دکتر دانش تموم بشه و به همین وضعیت این بنده خدا رو نگه می‌دارن و این نخبه مملکت ما که عرض کردم از آلمان با اون وضعیت مطرحی که داشت در کشور آلمان به عشق کمک به کشورش و به وطنش و مردمش میاد و این برخورد رو باهاش میکنن و در نهایت هم در تابستان 67 اعدام میشه. بریم ادامه شهادت رو داشته باشیم. منظورم اونجایی که تو از جایی که ایستادی میبینی که لشکری با فرغان داره میاد و حمید عباسی هم هست و با هم صحبت میکنن. بله. اون گفتی که تو اون سومین بار بود که حمید عباسی رو میدیدی، درسته؟ بله. یا از کجا میدونی و مطمئنی که از اون بالا که داری میبینی این شخص حمید عباسیه؟ چون دوبار قبلش بدون چشمم با هم صحبت کرده بودیم و حمید عباسی چهرهش مشخصه، حداقل مثل بقیه پاسدارا نبود. اسم من دارم برداشته شخصی خودم میگم. از جلو هم دیده بودیش دیگه، درسته؟ بله، دوبار که رفتم تو دفترشون مستقیم نشسته بودم، اون ور میز بود، منم این ور میز، یادم تو نزدیکتر از شما بدون چشمم. میدونم منظور من الانه که از بالا از پنجره پشت پنجره داری نگاه میکنی و پایین داری نگاه میکنی، چجوری متوجه میشه که حمید عباسی؟ یعنی صورتش رو دیدی از جلو اونجا اون پایین، تو از بالا اون از پایین؟ بله، وقتی که از دور میاد صورتش معلومه، به تدریج که نزدیک میشه صورتش کمتر معلوم میشه، سرش معلومه. بعد به هر ترتیب میتونستم تشخیص بدم. قیافش اون موقع چه شکلی بودش اون موقع که تو گوهردشت دیدی؟ پیشونی بلند، لونگ پانا، رنگ پوست روشن، موهای صاف و واسه من اون چیزی که بود دو تا حالت دندونای بالاش جلوش واسه من حالت اومده بود یکم جلو، واسه من جالب بود. وقتی که رفتم تو دفترش ابتدا بلند شد و گفتش که آقای زاچی بفرمون بشین، واسه همین قدش هم بلندتر بود. خب دوستان خسته نباشید، رسیدیم به پایان شهادت آقای زادشیر. پس از این هم البته سوالای فرمالیته است، همون وکلای حمید نوری صحبتای مطرح میکنن در مورد بازجویی‌های خودش که حالا به روایت اصلی داستان شهادت منظورمه ارتباطی پیدا نمیکنه و همونطوری هم که میدونید ما تنها روایت شاهدین رو میاریم و قسمت‌های مهمی که به دادگاه ارتباط داره و روایت اصلی شاهد رو که آقای زادشیر باشن در جلسه پنجاهم کامل خدمتون آوردیم، شنیدید قسمت‌های مهمش. بسیار بسیار دردناک بود، تکان دهنده بود به همراه این نامه‌ای که از آقای دکتر دانش براتون خوندم و این هم برای خودش میشود گفت به نوعی قسمتی از تاریخ دردناک معاصر کشورمون به خصوص با نگاهی به تابستان 67 بود و امیدوارم که این روایت ها حفظ بشه، در سینه ها فقط نمونه، از سینه به سینه دیگر منتقل بشه تا روزی که اسباب دادخواهی مهیا بشه، اسباب احقاق حق از تمام کسانی که جمهوری جنایتکار اسلامی اینطور در حقشون ظلم کرده، اینطور در حقشون جنایت کرده و همونطوری هم که عرض کردم اینجور پرونده ها چون با خون پیوند خورده به هیچ وجه شوخی نداره اصلا، سرش به هیچ وجه اصلا نمیتونیم هیچ مماشاتی باش بکنیم و امیدوارم که این شرایط بدون هیچ مماشات و بدون هیچ شوخی جلو بره و ما بتونیم که من مطمئنم البته نه دور هست نه دیر دادگاهی تشکیل بدیم برای اینکه گوشه ای از این خانواده هایی که الان میدونم بسیارشون چشم انتظار اینن که حتی خبری از جسد یا پیکر عزیزانشون رو
پیدا بکنن و بدونن که حداقل کجا دفن شدن رو بتونیم با تشکیل این دادگاه ها متوجه بشیم و کمی قلب این دوستان و عزیزان رو آروم بکنیم. دم همتون گرم به هر حال که گوش کردید، همراه ما بودید، خیلی مخلصم. مراقب خودتون باشید. ویدیوها رو دوستان از وقتی هم که اون کپی رایت رو برامون زدن، من همیشه ازتون خواهش کردم که همیشه البته شما ما لطف داشتید، ولی خواهش کردم که لایک و کامنت بذارید و شیر کنید ویدیوهای ما رو تا به هر حال شرایط این کپی رایت بر روند معمول پیش تاثیر نذاره. خیلی مخلصم، دم همتون گرم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.